هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت رای حل سیاسی بخش از طرح درازمدت واشنگتن برای برقراری ثبات در افغانستان است. وی در مورد تداوم همکاری های واشنگتن با کابل گفت هر فرد در منطقه باید بداند که آمریکا از افغانستان پشتیبانی می کند. ما همچنان به حمایت خود از روند مصالحه به رهبری و مالکیت افغان ها ادامه می دهیم. نهایتا ما به این باور هستیم که باید یک راه حل سیاسی برای اختلافات کنونی میان خود افغان ها وجود داشته باشد. ما می خواهیم که پیشرفت در آن رونما شود. ما از هر فرد در منطقه می خواهیم که بداند که امریکا قصد بودن با مردم افغانستان را دارد. ما می خواهیم شاهد باشیم که تمام افغان ها بر روند سیاسی داخل شوند، اسلحه ایشان را کنار بگذارند، خشونت را ریشه‌کن نموده و یک جا برای بهبود کشورشان کار کنند. در همین حال اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از توانایی نیروهای امنیتی افغان برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی اظهار خوشبینی کرده گفت انتقال مسئولیت‌های امنیتی در مسیر آن قرار دارد. ماموریت ما در افغانستان به پیشرفتش ادامه می دهد. جنرال جان آدن گفته است که کاهش قابل ملاحظه در موارد خشونت در برخی از مناطق افغانستان که به نیروهای افغان واگذار شده به میان آمده است. این ثابت می سازد که ما استراتژی درست را دنبال می کنیم. ما مسئولیت رهبری را در یک روند تدریجی به افغان ها می سپاریم. نیروهای امنیتی افغان قادرند که مسئولیت های کاملی امنیتی را در دست گیرند. گیدو استرویل وزیر خارجه آلمان نیز بر واگذاری موفقانه مسئولیت های امنیتی تا سال 2014 به نیروهای افغان تاکید کرده است. ما نمی خواهیم افغانستان دوباره به هرج و مرج سقوط کند و یک خلای قدرت به میان آید که در آن هراس افغانی رشد کند. باید به افغانستان برای داشتن یک چشم انداز قابل اعتماد پس از سال 2014 کار کرد. گفته نیز در نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو افزون بر بحث در مورد کمک های مالی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان، موضوع روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی و خروج نیروهای بین‌المللی از کشور نیز مورد بحث قرار گرفته است.